وزیر حمل و نقل عراق از آمادگی این وزارتخانه برای زیارت اربعین خبر داد و از پیشرفت پروژه راهن ساوه حجام خبر داد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. رزاق مهیب السعداوی وزیر حمل و نقل عراق آمادگی این وزارتخانه را برای مشارکت در انتقال زائران در زیارت میلیونی اربعین اعلام کرد و از تشکیل کمیته ویژه‌ای بدین منظور خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، السعداوی در این زمینه اظهار داشت ستاد ویژه‌ای توسط محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق برای هماهنگی امور مربوط به زیارت میلیونی اربعین تشکیل شد که وزارت حمل و نقل یکی از اعضای این ستاد ویژه است. وی همچنین تاکید کرد وزارت حمل و نقل آمادگی کامل دارد تا در زیارت اربعین در خدمت زائرین امام حسین علیه السلام باشد. السعداوی خاطر نشان کرد که تمام شرکت‌های حمل و نقل وابسته به این وزارتخانه از جمله شرکت‌های مسافربری و اتحادیه‌ها، شرکت‌های حمل و نقل خصوصی، شرکت حمل و نقل زمینی و همچنین خطوط هوایی عراق و شرکت راهن آماده مشارکت در این مراسم هستند. وی در مورد پروژه راهن ساوه حجامه در استان المثنى اعلام کرد که میزان تکمیل این پروژه به 96% رسیده و این پروژه یک پروژه بزرگ و استراتژیک در برنامه دولت است. وزیر حمل و نقل عراق با بیان اینکه قرار است این پروژه در 9 شهریور ماه سال جاری به اتمام برسد، خاطر نشان کرد این پروژه 96% تکمیل شده و به مراحل پایانی نزدیک است. علی‌رغم آنکه فعالیت این پروژه از سال 1391 متوقف شده بود. السعداوی افزود زمانی که دولت فعلی عراق تشکیل شد، فعالیت این پروژه از سر گرفته شد. این پروژه شامل یک خط آهن به طول 43 کیلومتر است که سه پل عظیم بر روی رودخانه فرات و دو ایستگاه را شامل می شود. وزیر حمل و نقل عراق تأکید کرد که این تلاش ها بخشی از آمادگی های عراق برای پذیرایی از میلیون ها زائر در ایام اربعین است که نشان دهنده تعهد دولت عراق برای ارائه بهترین خدمات و امکانات به میهمانان و زائرین امام حسین علیه السلام است.